برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، تحلیل شما از انجام این ترور و تبعات آن برای آینده منطقه، جهان اسلام و ایران چیه؟ ببینید، این عملیات ترور بعد از سفر آقای نتانیاهو به امریکا و سخنرانی که در اونجا کرد و استقبال بسیار گرمی که از سوی اکثریت اعضای کنگره از دو حزب قرار گرفت و این حادثه پس از اون رخ داده. در اونجا آقای بنیامین نتانیاهو اعلان کرده بودش که ما در یک نبرد تمدنی قرار در یک نزاع تمدنی قرار گرفتیم و میبایستی ما پاسخی بدهیم به این که این در این نزاع تمدنی شکست نخوریم و میخواست بگی که من در خط مقدم این نزاع تمدنی هستم. اسرائیل و دقیق‌تر شخص خود آقای نتانیاهو مایل نیست که این جنگ تمام بشود. چرا مایل نیست تمام بشود؟ به دلیل اینکه او اعلان کرد حماس رو نابود خواهد کرد و اسیران خودش رو آزاد خواهد کرد. خب الان می‌بینیم وارد فاز مذاکراتی شده بود همین دولت نتانیاهو، برای ادوار متعددی وارد مذاکره شده بود. و معنی مذاکره این هستش که راه جنگ بایستی بسته بشه، راه مذاکره باز بشه. خب الان با ترور عالی ترین مقام حماس، خود حماس دیگه از میز مذاکرات عقب خواهد کشید. غیر از اینه، حماس دیگه از میز مذاکرات عقب نشینی خواهد کرد. آقای نتانیاهو خواهد گفت که من هنوز سر مذاکرات هستم، حماس پای مذاکره نیستش، چه راهی باقی مونده جز جنگ؟ پس باید بجنگم. ببینید، راه رو برای ادامه جنگ خودش باز کرده بود، چون اون هرگز دوست نداشتش که از طریق مذاکرات اسیران اسرائیلی رو آزاد کنه. معنیش اینه که نتوانسته حماس رو شکست بده. خب این اقدام یک اقدام بسیار مهیبی است، اولا که خب برای جمهوری اسلامی که میزبان آقای هنیه بود، اون هم پس از تحریف آقای پزشکیان، این ضربه حیثیتی است برای جمهوری اسلامی که چرا چه باگ‌های امنیتی داشته که اینطوری این حادثه رخ داده، چگونه است که اسرائیل اشراف اطلاعاتی داشته است در خاک ایران. این نکته اول که جمهوری اسلامی رو در شرایط سختی قرار میده، اما در این حال دولت امریکا رو هم در شرایط سختی قرار میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر راه مذاکره مسدود شده باشد، چنان که توضیح دادم، راه جنگ باز میشه. اگر قرار باشه که حمله ها به اسرائیل افزایش پیدا بکنه، همین دولت آقای بایدن که فشارهایی رو آورده روی نتانیاهو مبنی بر اینکه جنگ رو کاهش بده، وارد مذاکره بشه، خب اون موقع خودش رو مجبور هستش در شرایطی ببینه که باید از اسرائیل حمایت بکنه. بله. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که 100 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری امریکا. اصلا شرایط اینطور نیست که ذهن خانم هریس، آقای بایدن، حزب دموکرات، حتی حزب آقای ترامپ متوجه مسائل پیرامونی خاورمیانه باشه. پس برای امریکا هم بد هست، اما برای شخص آقای نتانیاهو اونطور که توضیح دادم بسیار خوب خواهد بود. چرا؟ چون او مسیر جنگ رو علاقمند هستش، راه مذاکره بسته شده، پس راه جنگ ادامه خواهد داشت. بله، سپاس از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.